با سلام و درود احترام خدمت دوستان عزیزان. دوستان خیلی رزومه منو میپرسن. دوستان من رزومه هم با جوان نست با جوانایی که الان در سن سال اون زمان ما بودن خیلی فرق میکنه. باور بعضی هاشم مشکله. اما چند تا خاطرات ریز و درشت خواهم گفت. تا یک روز یک کلیپی تقدیمتون خواهم کرد در مسئله روز و جنبندی های که اتفاق داره میفته و حسابی دست پای مالی حکومتی رو در سراسر دنیا بستند و این خیلی خبر خوبیه. و اونایی که 2500 تا پاسپورت آمریکایی گرفتن غیر از 10 تاش همه باطل شده است و خیلی مسئله دیگه. خدمت شما هستم که من دوست از بچگی ناچار بودم کار کنم دیگه. من به قول معروف کار کردم یه جور شروع شد که کلاس دوم دبستان بودم. من 6 سالگی پدرم فوت کرد. دوم دبستان بودم، وضع مالیمون خیلی خراب بود. ما از پاسکو اومده بودیم مشهد که به حساب برای پدرم ببینیم، بعد پدرم بردن تهران و فوت که دیگه ندیدیم. اونجا یه اتاق کوچیک داشتیم، من و مادرم و سه تا دو خواهر برادر دیگه. بعد مرز مدرسه میمدم به طرف خونه با این مدادم بازی میکردم، بچه بودیم دیگه. مدرسه هم خیلی دور بود، یعنی خیلی دور بود، بقول امروزی دو سه تا ایسکو اتوبوس بود. ما هم مدرسه دو شیفت بود، صبح میرفتیم تا زور میمدیم خونه بازی چیزی میکنیم، میرفتیم عصر میومدیم. بعد با مداد که بازی همون سرتاق یه خونه مداد گیر کرد، افتاد اونجا، در زدم بند خوده اومد دم در رو، گفتم اینجوریه، گفتش که برو گم شو بینم برای دهش مداد حالا اینجوری. و خلاصه ما رو دعوا کرد، ما اومدیم خونه و خب میدونم تو خونه هم پول نیست، مشق هم که ننویسی فردا بری مدرسه پوستمونو میکنند. کتک بود، البته من هیچ وقت فلک نشده ولی کتک زیاد منو میزدن. بعد خدمت شما عرض کنم که یا روی مثلا حوض بود، آب یخ، حوض یخ بود، بعد میرفتیم پابرنوش وای میسادیم تو مدرسه‌مون. تمرین اون زمان بود دیگه. اومدم بیرون گفتم برم تو خرابه‌ها بتونم برای خودم یک مداد شکسته کهنه چیزی پیدا کنم. هر چی گشتم چیزی نبود و تا رسیدم سر چهارراه خونه که رسیدم از خرابه‌ای بود اونجا دو چرخ‌سازی داشت، تمی سالی آخرین بود. دیدم خیلی سر شلوغه، دم غروب بود، از خرابه‌ای رو باد کن، از خرابه پنچری، از خرابه تاپ بگیر، از خرابه فلان کن. من به خاطر پول گفتم اصلا آقا من کمک کنم. گوهرز جان چم چرخو باد بزن برم، چرخو بزن برم، باد بزن برم. آقا ما تلمبر گرفت اصلا هر چی فشاری پای نمیره. گفتم تلمبر خبرت فهمید از زور ما نمیرسه. خلاصه من سر شلنگو میگفتم صاحب چرخه باد میزنه. 10 تا چرخ باد زدم، 5 ریال جمع شد دادم به اصغر آقا. 2 ریال به من داد. این شروع کار کردن من بود. از اولین دو پولی که تو عمرم گرفتم میگه با ارشین پولی گرفتم این بود. خب در نتیجه من مجبورم کار کنم، زندگیم به چرخه و من همیشه فقر جز زندگی میدونستم، یعنی میگفتم که اینم جزء این مقتضیات زندگی هست، جزء بالا پایین زندگی هست، همون شب و روزم هست و هیچ وقت از فقر من نالان نبودم و نگران نبودم. خوشمزه‌ترین غذایی که من تو عمرم خوردم هنوزم یادم میاد، میرفتیم نون میخریدیم، روش روغن نباتی میمالیدیم، بعد پودر قند، یعنی تای سفره قند و پودر قند روش میریختیم و این به قول معروف میخوردیم. نمیدونی چه مزه‌ای میداد، واقعا نمیدونی چه مزه‌ای میداد. بعد خب من همه کار میکردم، بعد مقداری درست کردم برای خودمون، مقداری تو خونگی درست کردیم و بعد باز روزه جمعه رفتم عملیگی میکردیم، هر کاری بود ما میکردیم و جوری شد که من وقتی که مدرسه رفتم وارد دبیرستان شدم مجبور بودم تابستونا تو حیات بخوابم که آفتاب من از خواب بیدار کنه. مشهدم زود آفتاب میزنه، آفتاب تمیزی دادم از خواب بیدار میکنه، مثلا جوان نوجوان خسته. بعد دیگه عادت کردم که همیشه 4-5 صبح بیدار بشم و میرفتم 5 صبح میرفتم سر کار تا 7-7.5 میرفتم دنبال درسم، باز تا ظهر تا بعد از ظهر. در نتیجه بدن من جوری ساخته شد و بار اومد که من یه شیفت کار برام کم بود، یعنی واقعا یه شیفت کار کم بود. بعد که دیگه کم کم پیمانکاری زدم و من دفتر کارم روبروی خیام پهلوی مشهد، روبروی آموزش پرورش پاساژ امینی طبقه 2 و طبقه 3 دو دفتر داشتم، یه دفتر مال کار خدماتیمون بود، یه کارم دفتر مال پیمانکاری ساختمون و کارهای حساب اسکلت اینها بود. در نتیجه دو شیفت کارگر داشتم، یعنی دو شیفت کارگر میگرفتم، مثلا از 7 صبح میمدن تا 2، از 2 میمدن تا 9-10 شب، همیشه اینجوری بود و خودم همیشه قبل از همه سرکار بودم چون عادت کردم به این وضع. من وقتی کار کردم دوستان خوب کار میکردم، وقتی تفریح خوب تفریح میکردم، وقتی گشتم خوب میگشتم، همه چی سر جای خودش بود. زنم ورزش هم میکردم، فوتبال هم میرفتم. بعد من روزای جمعه رو معمولا بازی نمیکردم، چی کار نمیکردم، روزای جمعه رو والیبال بازی کردم، دوست داشتم والیبال رو، بچه هم میرفتیم دیگه، جوان بودیم.
توپی توری و میرفتیم محله بازی میکردیم. قصه خیلی زیاده. یه پاسور داشتم من به نام ابوالفضل. یه روزی ابوالفضل من گفتش که آقا رضا ما سرکار نمیبری؟ گفتم ابوالفضل جان تو نمیتونی با ما هم کاری کار کنیم. گفت مگه ما بعد پول میگیریم؟ گفتم نه سخت کارم. گفت ما بلدیم. گفتم از فردای سرکار. شیفت بعضیانو گذاشتم و بعد خودم ماشین داشتم مرتب سر می‌زدم به کارگرا به اینجا به اون کار به این کار کار ساختمون داشتیم اسکلت هم داشتیم کارهای خدماتی هم داشتیم واقعا خستگی نمی‌فهمیدیم چیه. یه شب ساعت 10 شب بود من اومدم خیابون کوسنگی مشهد که بریم خونه کارگرا رو بردارم. رفتم ساختمون بنده خدا که حالا دست آسان قصدش گرفته کار نداریم. رفتم و دیدم بچه‌ها نشستن همه کنار دیوار تو خونه دارن چای می‌خورن. گفتم بچه‌ها کارتون چی شد؟ گفت تموم شد. گفتم اینجا کاری بره فردا کار نداریم. گفتن چرا آقا رضا یه خورده دو سه متر کابل مونده و یک کلید برق مونده و اینا فردا میام. گفتم بچا یه نفر همراهی با من بکنه یه نفر من خودم اینا رو بزنم فردا جو نمیاد کار دیگه داریم. یه ابوالفضل بلند شد گفت آقا رضا شاعر گفته کار روز فردا من افکن. آقا به بچه‌ای خیلی برخوردین دست به دستی گرفت و از این کارا داره میکنه اینا و خلاصه اومد به ما کمک کرد و ما این کارو تماشا کردیم. گذشت تا شب پنجشنبه. شب پنجشنبه سر کار دیگه بودم بچه‌ها رفتن بچه‌ها بردن برم. گفتم بچه‌ها امشب چیکار کنیم؟ کار آقا دو تا مغزی مونده یه شیفره که بزنید فردا تمومه. گفتم یه نفر همراهی بکنم من خودم میزنم شما میذارم خسته هستین پدرت در اومده است. یه ابوالفضل کنار دیوار نشسته بود پاش داده بود تکیه پاش داده بود بغل خواسته بود گفت آقا رضا جان شاعر گفته کار امروز فردا ما افکن. شاعر غلط کرده گفته شاعر بگو باباش خنده گفته شاعر نمیده کار هر روز مایه. بعد دیگه از فردا سر کار نیومد. گفتم بابا جان تو نمیتونی هم پای ما کار بکنی. این بود که من توی زندگی اونایی که فکر میکنن که من ارث پدر بهم رسیده یا فکر میکنن که به قول معروف از جایی نه من همیشه خدا مخالف داشتم. همیشه چون آوانگارد بودم پیشرو بودم مثلا در سال 16 17 سالگی من ماشین پژو سوار می‌شدم تصدیق نداشتم رئیس اون اصلا رنو سوار شدم پژو سوار می‌شدم پژو گفت باشه کم بود ولی همه فکرم پدرم پول داره منم هیچ چیزی نمی‌گفتم که پدر دارم نه هیچ چیزی نمی‌گفتم اما کار می‌کردم. شما حساب کنید یه جوان 17 ساله مثلا تو مشهد همزمان 4 تا 5 تا ساختمون کنترل کرده باشه دستش از 0 تا 100 چه بسازه کار سختی بود. بعد یه روی رو سر یه کار ساختمون خواستم برم مادرم گفت رضا جان این بابا اسماعیل ببر سر کار چاکنه تو چرا کار به دیگران غریبا میدی؟ گفتم مادر من اینا خودی هستن بعد خود سوء استفاده میکنن من نمیخوام. گفت نه بابا اسماعیل آدم خیلی خوبیه. گفتم باشه. اینو بردم سر کار خیلی سناباد بهش گفتم بابا اسماعیل پشت و چا میخوام بزنیم سه تا تو زیرزمین تو حیات تو زیرزمین رو میخوام برام 20 متر بزنی هر کدوم 6 متر سو بزنی. سو یه چیزی بود که اینجوری دوت میزدن مقابل همدیگه که سطح آب پخش بشه آب بیشتر بره تو زمین فرو چه سری پر نشه. 6 متر سو یعنی زرندر زر یک متر خوردی در یک متر خوردی میذاره که آب پخش بشه. گفت باشه ما باش قرار که مثل 10 تا یک تومنی و کار داره شروع کرد. کار شروع کرد بعد دو هفته دیدم که داره کار دست باش جمع میکنه. شاگرد او سارم از اون گفتم او سارم چه کار میکنیم؟ گفت تمون رفتی آقا رضا. یه خود حساب کردم دم نمیشه دو هفته کار و پخش و چه و این نمیشه خاکی من جو بردم نمیخوره. گفتم مستر رمزون درست گفت آقا رضا جان درست تو سفارشی مرا زدیم. گفتم که بابا اسماعیل کار مال مردمه. گفت آقا خاطر جمع باشه میدونست من تو چانه میتونم برم چون چا از یه حدی پایین تر بری عادت داشته باشی تنگی نفس میگیری. گفتم بابا اسماعیل برو تو چا این فکر کرد من میارم تو چا مثلا تناب میخوام بذار سر تناب بگیری بگیری آقا 20 متر شده نشده. رفت مستر رمزون گفت استاد فهم برو تو چا. گفت بابا اسماعیل رفته. گفتم مگه اون طرف شش متر سونه کردین؟ گفت چرا. گفتم بابا اسماعیل برو تو یه سو تو هم برو تو یه سو میخوام سنگ بزنم پایین. گفت بابا اسماعیل اوی. گفت چیه؟ گفت بابا بالا بازار بچم یتیم کنه اینا یک متر سو هم نکنده بوده خودشو قایم کنن لااقل. خاطرات کار خیلی زیاده و من درسته که تو کار خیلی جدی بودم به قول تو شخص متفاوت اما مدارا هم میکردم رفاقت هم میکردم همراهی هم میکردم و لذت می بردم. من واقعا از کار کردن خسته نمی شدم صادقانه بگم من 16 ساعت حداقل کار می کردم چون من در طول تمام عمرم غیر از زمانی که کسالت دارم 4-5 ساعت بیشتر نمی خوابم. همون زمانش هم بود شبی که یه ساعت یه ساعتی بسیار مطالعه می کردم و یکی از دوستان بعد از 17-18 ساعت اومد خونه ما نگاه کرد کتاب خونه من گفت رضا تو کتاب هم می خونی؟ گفتم آره دلیل نیست.
وقت این بود که در تیمایی که فوتبالی که من بازی میکردم، جوانم مسلم بازی میکردم، یا تیم پاس بودم، یا تیم هنرستان بودم، یا تیمایی رو دیگه بودم، هیچ وقت اردو نمیرفتم. گفتم من اردو نمیام، همیشه دروازه‌بان بودم و معمولا هم کاپیتان بودم و بازی اون میکردم، کارام میکردم. بعد یک روز یک شرکت خدمات داشتیم مشهد، منشیمون زنگ گفت فلانی، گفتم چیه؟ گفتش که یک خانمی میخواد خوش با صحبت کنه. رفتم گوشی برشن دارم، یک خانم پیریزنی، و گفت مادر من ست هستم، مادر زن خیامیان. گفتم خیلی خوشحالم، گفتم ما خدمت ارادت داریم خدمت خیامیان قبل از انقلاب. گفت که این یک یخچال داره مادر جان، مال جهازم از آمریکا اومده، میخوام خودت به رئیس شرکتی. گفتم خودت باید بیای. گفتم باشه. دیدم چیکار کنم دیگه توی هیریوی رو این کار اینا. و اون زمان هم جوری بود که دوستان، من یه روز ته شرکت تهران بودم، یه روز شرکت مشهد بودم. یعنی من همشه 12 شب از تهران حرکت با ماشین، هفته نیم صبح میستم مشهد، یه استراحت کوچیک میکردم صبحانه میخواد سر کار بودم، تا شب باز شب همین کار میکردم، باز برمیشم تهران. دو سال به غیر از 15 شب هر شب کار من میرفتم و میومدم. سخته ولی خب کار دیگه، آدم عشق کار داره دیگه، مسئولیت داره. خلاص ما رفتیم خونه تو خیابون خسروی نو، اون کوچه پس کوچه به چه بدبختی پیدا کردیم، جای پارک برای ماشینمون نیست، برای وانت نیست. خلاص یک بدبختی یه گوشه پارک کردیم، سری رفتیم خونه اینو، از خونه قدیمی و پله می خوبیم پایین، در زدیم اومد دم در رو رفتیم تو. یخچالش نشون داد و دیدم از یخچال قدیمی 110 ولت هم هست. نگاه کردم فقط جای تراس که سیما برق اینجا سیاه شده، مشخص همینجا خراب شده. آقا این نشست روی صندلی از صندلی روسیه چابیس ما تو قهوه خونه از چای خور نشست و شروع کرد پولاش رو شمردن. پول خورد داد تو کیسه داشتن در اوشو شما 1 تومن 2 تومن شد. آقای 50 باری پول شمرد 17 تومن. به داداشم گفتم سعید گفت چیه؟ گفتم ما از پول نمیگیریم، این 17 تومن شر نداره، ولش کن. گفت باشه داداش. آقا ما کارش انجام دادیم، تمیز کردیم، مرتب کردیم، سیماشو وصل کردیم و اینها، و یه دو شاخه نو برش گذاشتیم و زدیم. بعد گفت چقدر شد؟ گفتم مادر اصلا مهمان ماش قابل نه. گفت نمیشه، بیا چایی بخور. گفتم چایی هم نمی کنم، دیر میشه، ماشینم بعد جایگزین، باید بریم شرکت. این دست کرد تو این سینهش، یک کیسه در آورد 500 تومن داد به من. گفت بیا مادر این حق سرویست، یه 500 دیگه اینم حق چاییت. چنان روی ما رو کم کرد که اون سرش ناپیدا. تا چند روز حالم بد بود که ما چه قضاوتی کردیم و این آدم چه آدمی بود. ولی حکمت 17 تومن شمردنشو من هنوز به دست نیاوردم. گاه گداری از این خاطرات تعریف میکنم برای شما. میخوام بگم که دوستان اونایی که فکر میکنن نه، من بنز کافی کار کردم، خوشحالم اصلا کار کردم، خوب یاد گرفتم، خوب گشتم، خوب دیدم و ستمای زیادی در حقم شده ها. مثلا من یه جای کار میکردم که مثلا سر ظهر که میشد میخواستن غذا بخورن، میگفتم برو بالا کارتون را بچین. دوازن خونی فروشی بود. اونایی که توش گیرونی تابزون رفته میفهمم چی میگم. زیر شیرونی باید میرفتم کارتون خالی رادیو ضبط اینا بود میچیندم که من نکنه برای نهار بخورم. اصلا اهمیت نمیدادم به غذایا، اصلا اهمیت نداشت. تو دلم میخندیدم به اینها، گفتم چقدر کوچیک فکر میکنن. خب من تا دو روز کلیپ خواهم گذاشت، کلیپ های نفر مدنی چند تا آماده کردم، از فردا پخش میشه، روز دو تا پخش میشه. و خدمت شما عرض کنم که کلیپ های دیگه هم تو راه دارم، اما منتظر هستم سری خبرها به برسه. یه سری برنامه های جدید داریم خدمت ایران خواهم کرد. خلاصه هم گفتم که یه خورده شاد باشید، بدون خاطرات اینه، یعنی زندگی کار کردن، زندگی همینه، غیر از این نیست. و خلاصه خبر خوش تو راه زیاده، اتحاد داشته باشیم، تو نفر اومده هم کمک بکنیم، دست دست هم دیگه بدیم. اتحاد اتحاد اتحاد، چیزی که کمر ناشکسته و داریم آخرش هست میشکنه، بینشون خیلی اختلاف هست، مشکلات توش خیلی زیاده، قابل حل نیست. اصلا اراده جهانی نباشه حکومت نباشه، حکومت بره اینا رفتنی هستن، چون چرا رای غیر از اینا خودشون. عزیزید ایام بکام، روزگار خوش، تا بعد.